درود به شهریار ایران، این جانب سیاوش امانیه. از طرف گروه رستاخیز سیمرغ و گارد شهریار این نامه سرگشاده را به پیشگاه شما می نویسم و همچنین برای ثبت در تاریخ. شهریارا، همان گونه که خوب با اطلاع هستید و هیچ چیزی از چشمان شما پوشیده نیست، ایران و خاورمیانه بسیار در زمان حساسی قرار گرفته است و روزهای پر التهابی را می گذراند. ملت ایران و خاک ایران فشار بسیار سنگینی را تحمل می کند. قلب هایشان به عشق برگشت شما به وطن می تپد و بر لبهایشان نام مبارک شما جاری است و به امید و عشق ظهور و حضور شما در وطن نفس می کشند. در شرایطی که ظلم ضحاک زمانه بیداد می کند و هر روز تشنه تر به خون جوانان وطن، مردم در بند شب را به صبح می رساند. من در 20 سال اخیر تمام تلاشم و سعیم را کردم تا به ملت بفهمانم که چه شخصیت بزرگی چون شما را دارند و این موهبت بزرگ را سپاس گذاریم که اهورامزدا برای نجات ایران و ملت دربند گرفته شده به دست ضحاک، ناجی و پادشاه برحقش شما را قرار داده و این باعث افتخار ایران و ایرانی باشد. خوشبختانه در این 20 سال اخیر ملت متوجه شدند و نقاب از صورت منحوس رژیم ضحاک افتاد و مردم پی بردند که انقلاب 57 نه انقلاب بلکه فقط یک شورش بر علیه شاهنشاه آریامهر بزرگ و ملت ایران بوده است. ملت متوجه شدند رضا شاه بزرگ و محمد رضا آریامهر شاهنشاه ایران و به کل خاندان پهلوی پاک و بیگناه بوده و ملت ناخواسته گول این بازی سیاسی و ضحاک زمانه را خوردند. متوجه شدند حتی بهترین خاندانی هستید که دلسوز و باهوش و ایران ساز برای ملت ایران و کشور ایران می باشید و در ضمن ملت ایران لیاقت بهترین را دارند که شما هستید. من سیاوش امانیه رسماً به نمایندگی از گروه رستاخیز سیمرغ و گارد شهریار اعلام می کنم که با شما می خواهید اسمش را بیعت بگذارید، می خواهید اسمش را پیمان بگذارید، می خواهید اسمش را اتحاد بگذارید، می خواهید اسمش را رهبریت بگذارید، می خواهید اسمش را پادشاهی بگذارید، می خواهید اسمش را هرچه بگذارید، ما تمام قد منتظر دستورات شما هستیم و سر تعظیم در مقابل شخص شما و دستورات شما فرود می آوریم. زمان آن رسیده که همانطور که مردم ایران شما را برای عبور نجات انتخاب کرده اند و فقط شما را نماینده و وکیل و پادشاه خود می دانند و همه ملت آگاه شده اطلاع دارند و منتظر شما هستند، از طرف گروه رستاخیز سیمرغ و گارد شهریار
تمام اختیارات را دارید که به جهانیان قانوناً معرفی شوید و ما همه سربازان بیشمار شما و منتظر انجام دستورات شما برای نجات ایران و پادشاهی بر حق شما هستیم. من به دیگر گروه های سیاسی کاری ندارم، ولی برای من خیلی مهم است و این را وظیفه انسانی و ملی خود می دانم. هیچ دوست ندارم کشور و ملت بزرگ ایران با وجود داشتن گوهر نابی چون شما از این موهبت محروم باشد. دوست ندارم تاریخ برای گروه رستاخیز سیمرغ و گارد شهریار بد بنویسد و بد قضاوت کند و یا در دل مردم جایی نداشته باشد. به خاطر هر کوتاهی که صورت بگیرد، ما سربازان وطن جان بر کف برای بازگشت شما و آزادی وطن ایستاده ایم. تا شما خود را پادشاه ایران به دولت‌ها و ملت‌ها و جهانیان معرفی کنید. زیرا که مادرمان ایران زمین مورد تجاوز و ظلم و ستم ضحاک و ضحاکیان است و فریاد برآورده و شما را می‌خواند. زمان خیلی کوتاه است و کار بسیار زیاد. جاوید شاه، جاوید و پاینده خاندان پاک و ایران ساز پهلوی. اهورامزدا پشت و پناه شما باشد. تاریخ جمعه 23/3/99 سیاوش امانیه. @ رستاخیز _ سیمرغ 1339